یتی نیست خیلی لبول زندگی برنامه سنه دوامگه گه شما عزیزان را خوش آمدید میگم به ساعت صبح برنامه سوبهاز زندگی و تشکر میکنم از همراهی هم شما مهربانان که تا این لحظه ما تنها نگذاشتین و بیننده برنامه خودتان صبح زندگی بودین. جوانی بهترین و حساسترین بخش از زندگی هر انسان را تشکیل میته دوری که بیتونه سرنوشت انسان را رقم بزنه و انسان را به مرحله درخشان زندگی برسانه. اما ای که جوانان چه مسئولیت هایی در جامعه داشته باشند مسئولیت های اصلی جوانان در جامعه چی هست و جوانان چگونه میتونند که در قسمت ترقی و پیشرفت جامعه نقش داشته باشند و چطور ما میتونیم که بر جوانان فرصت ایجاد بکنیم تا که با استفاده از فرصت ها جوانان بتونند که نقششان را به صورت بهتر و موثرتر در جامعه ایفا بکنند میخوایم در این قسمت از برنامه هم صحبت داشته باشیم با آقای اسماعیل سلیم جامعه شناس بسیار خوش آمدین صبحتان بخیر باشه تشکر سلام با شما و با همکاران عزیزتان و با تمام بیننده های که ما را از تلویزیون تماشا میکنن امیدوارم که یک صبح خوب و خوشی را کرده باشه تشکر شما زنده و سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما روز در صبح ها زندگی داریم و قرار است که روی یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب صحبت بکنیم قبل از اینکه بالای نقش جوانان در پیشرفت جامعه صحبت بکنیم خوب است که تعریف داشته باشین از مرحله جوانی که کلا مرحله جوانی چگونه یک مرحله است و با کدام فرد ما یک فرد جوان گفته میتونیم تشکر جوانی به دوره گفته که میان تفلی و میانسالی سالی قرار داره دوره جوانی و زمان رشد نمو و نشاط و انرژی یک فرد است <applause> بسیار خوب و حالا خوب از در رابطه به مسئولیت های جوانان صحبت داشته باشین که وقتی که یک فرد مرحله طفولیت خود را پشت سر میگذرانه و به مرحله جوانی و پس از او هم به مرحله جوانی چه مسئولیت های متوجه یک جوان میشه؟ خوب جوانان در کل نیروی محرک و منبع انرژی یک جامعه هستند که نقششان در توسعه های اقتصادی اجتماعی و در کل در همه عرصه ها نقش آمده و اساسی دارند و سرمایه گذاری و رشد و تعالی استعدادهای های از کشور و طرف پیشرفت و ترقی و تعالی سوق میتند و خود جوانان نیروی محرک هستند که ما اگر در طول تاریخ با تاریخ مراجعه کنیم ببینیم در هر تحول و تغییرات بزرگی که صورت گرفته در این نقش جوانان بسیار ارزنده بوده و پیش قدم بوده مثلا چی تغییرات؟ مثلا در انقلاب هایی که بوده جنگ هایی که صورت گرفته در کل از نقش جوانان خیلی برجسته بوده یعنی نیروی فعال و متحرکش که عملا مثلا فعالیت ها را پیش می بردن اینو جوانان بودن شاید رهبریشون دست کسایی بود که سنشان بزرگ بود یا در مرحله جوانی قرار نداشتن اما نیروی محرکی که توانستی فعالیت ها یا اهدافی که در پشت سر بود و اهداف تعیین شده بود همین جوانان بودن که اهداف توانستند اه به دست بیارن یا به او عرف برسن به اهدافی که قبلا تعیین شده اگر ما مثلا به تاریخ اسلام نگاه بکنیم تمام پیامبران در دوره جوانی به پیامبری معبود شدن و توانست این نوع مثلا به سوی فلا و رستگاری و پیشرفت و از هر لحاظ سوق بتن مثلا خود موسی علیه السلام خداوند برش خطاب کرده که من نیروی قوی یک جوان انرژی توانستن مثلا نقش خود داشتن بله دقیقا شما اشاره داشتین در قسمت داشتن نیرو و انرژی که یک جوان باید داشته باشه و از استفاده خوب بتانه در زندگی خود داشته باشه اما چطور یک جوان میتونه که انرژی کافی داشته باشه و امون نیرو و قوی محرکه خوب داشته باشه در بدن خود در ذهن خود تا بتانه که تغییرات و تحولات را که خواسته باشه به صورت مثبت در جامعه ایجاد بکنه بتانه این هدف خود را بدست بیاره درست یعنی هر جوان در قبال خود یا هر فرد جامعه در قبال خود جامعه و مردم خود مسئولیت داره و طبعا دوره جوانی اگر ما نظر کنیم دوره رشد و نشاط و مثلا قوت است چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ ذهنی مثلا ما در طفولیت قدر توان برداشت مطالعه را مثلا نداریم با. یا در پیری ما خسته میشیم اما دوره جوانی دوره رشد هرمونا دوره بالاخره نشاط و قوت است. و از لحاظ جسمی میشه یعنی دوره رشد است نوجوانی و جوانی دیگه این خودش میتونه که مثلا ما را بیشتر در فعالیت ها و وادار بسازه مثلا ما اگر نظر به جامعه خود به جوانان ببینیم تمام مثلا اکثریت مسئولیت بر دوش جوان هست. مثلا امیال ما در حدود 70 الی 80 درصد نیروهای امنیتی و دفاعی که در خط نبرد است یعنی عملا فعال هستند در جبهات و بالاخره در سنگرها اینو نیروی جوان است یا نیروی کاری که ما داریم در هر عرصه کاری مثلا اینا نیروی جوان هستند در سوای اقتصادی فرهنگی اجتماعی سیاسی مثلا خود رسانه ها اکثریت کسایی که در رسانه ها فعالیت دارن اینا جوان هستند دقیقا و شما هم صحبت هم. کردین در جیان صحبت هایتان اشاره ای کردین که فعلا جوانان در بخش های مختلف در جامعه کار میکنن و مصروف فعالیت هستن اما ما چطور میتونیم که بر جوانان بیشتر سهم بتیم تا اونا بیشتر مسئولیت پذیر شوند و بتانن که سهم خود را به شکل درست ایفا بکنن و بتانن که در قسمت پیشرفت و ترقی جامعه نقش داشته باشند درست یعنی این هم به خود نظام و حکومت و دولت است و هم به خود جوان که چقدر رو خودش تحرک داره و میتونه میساعت هایی که پیش روی زور رو بشکنه و بتونه به اهداف خود برسن اما اهدافی که مثلا در قبال خود و خانواده و جامعه خود داره اما حکومت هم مسئولیت دارد اگر ما مثلا بتونیم یک فرد جوان یک شخص سالم و مفید به جامعه تقدیم میکنیم او را ابتدا باید ما یک فرد سالم تربیت کنیم دقیقا. از زمانی که او مثلا وارد آموزشگاه ها میشه و تربیت میشه ما باید ارزش های خوب و بهتره در وجود از او نهادی نبسازیم مثلا حس همگرایی حس تعاون همکاری بالاخره همپذیری تمام ارزش های بهتر و خوب در وجود از او نهادی نبسازه. چگونه میتونیم که همین ارزش ها را در وجود یک جوان نهادی نبسازیم درست از طریق مثلا از طریق های مختلف میشه هم از خانواده در این نقش داره هم در محیطی که او آموزش میبینه در محیطی که بزرگ میشه همه ایش نقش داره اما بیشتری این نقش هم مربیان و معلمانش چی در خانواده چی در آموزشگاه ها اینا نقش دارن که جوان اما ارزش های بهتر و خوبه در وجود از این نهادی نبسازن و بتانن بر ازی تفهیم کنن و ارز... یعنی ارزش هم و مهنجار هایی که میتونه این ارز... ارزش ها را نهادینه بسازه در وجود ازی, بر ازی باید بفهمانن و این مسئولیت مربیان و معلمانی است که فرد یا شخص <applause> یا بلاخره جوان اینا تربیت و رهنمویش دست از ایناست. بسیار خوب چه چیزهایی میتونه که خلاقیت و استعداد جوانان را بیشتر رشد به و جوانان به اون مرحله برسن که بتونن از خلاقیت ها و استعداد درونی که در وجودشان هست استفاده خوب بکنند خوب هر جوان یا هر شخص یک خلاقیت یک توانایی بلاخره یک انرژی و نیرو در وجود از اما بستر و زمینی از این مساعد شود که ما بتانه نیروی که در وجود از او سوره به صورت بالقوه انجام بده بتا و بتانه او خلاقیت خود مثلا به نمایش بگذاره چگونه همین بستر باید بهشان مساعد شود؟ این بستر بازم برمیگرده به با که چه مثلا حکومت یا نظام برای زی فرصت مهیا میشود زیر حمایت میکنه و تشویق میکنه و زمینه رو برایش مساعد میکنه و فرصت میده تا ای بتونه مثلا از امو نیرو و توانایی که در وجود ازی است بتونه استفاده کنه و در حقیقت خدمتی باشه به با جامعه و مردمش خیلی خب. برگزاری بعضن فعالیت های مدنی بعضن فعالیت هایی که برمیگرده به با ایجاد بعضن کنفرانس ها یا هم سیمینار های علمی چقدر میتونه در قسمت رشد و خلاقیت جوانان تاثیر گذار باشه که چندین تن با هم یک جا بشینن و بیشتر صحبت بکنن روی موضوعاتی که واقعا بر جامعه مهم هست بر خودشان مهم است تا از این طریقه هم بتونن که ظرفیت ذهنی خود را بالا ببرن و هم بتونن که معلومات تازه را حاصل بکنن از بخش های مختلف در جامعه شان و بتونن که به صورت موثر و درست در قسمت ترقی جامعه استفاده بکنن خب یک چیز قبل از اینکه به سوال شما بکنم که در کشور ما مثلا جنگ و نابسامانی و نهانجاری های وجود داره یعنی زمینه های خیلی محدود است که جوانان بتوانند فرصت بیابند و فعالیت داشته باشند اما با آن هم که وجود مشکلات از جنگ است فقر از ناامنی است فرصت های درست نیست تعلیم تربیتی ما درست یک نظام مثلا میاری با کشورهای جهان و یا با عصر روز نیست اما باز هم جوانان با وجود همه مشکلات ما میبینیم که فعالیت دارند در هر عرصه چه در عرصه فرهنگی چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه اقتصادی و بیشترین قربانی هم امینی نیروهای نیروی جوان داده در هر دوره از تاریخ مخصوصا در عصر حاضر اما باز هم یعنی هر فرصتی که چه از طریق انجمن چی از طریق سیمینو چی از طریق نشست های باهمی هر فرصتی که بتونه مثلا یک دیگر کمک کنن یا حداقل فرصت بر از اینا مهیا زمینه بر از اینا فراهم شود و نقش فعالیت خود داشته باشن این ارزنده است اما کافی نیست با. چون ما مثلا اگر اشتراک جوانان رو در انتخابات ببینیم بالاتر از 65 درصد است یا در نیروهای امنیتی یا مدال که در ورزش است همه این جواناست ای بر افغانستان افتخار کسب میکنن و مدال میارن اما سهمشان در حکومت و در نظام یا در تصمیم گیری هیچ است حتی به صفر تقرب میکنه اگر چند جوان اومه در حکومت من حیث جوانای مثلا کسایی که اونا رابطه دارن با اشخاص افراد یا با بزرگان حکومت شکل نمایشی و نمونه که اونا گویا که ما ها رو هم در لایه های نظام یا در سطح تصمیم گیری نقش دادیم اما نقش جوانان خیلی در تصمیم گیری کم است اونو بتونن مثلا چون بیشتری نیرو را دارن برنامه بریزن فعالیت بکنن دیگر جوانان را انسجام ببخشند تو تا جامعه عزی وضعیت از طرف وضعیت مطلوب گزار داشته باشه بله آقای سلیم در رابطه به موانع صحبت بکنین که سبب میشه پیشرفت جوانان صورت نگیره و ای که کلا چه چی چیزهایی سبب میشه که جوانان از پیشرفت دور شوند و مانع پیشرفت جوانان شوند خوب موانع زیاد است مثلا خود جنگ فقر ناامنی نبود کار که مثلا ما خیلی ارقام بالا از دانشگاه فارغ میتیم اما اونا جذب بازار کار نمیشن بلاخره اونا را مثلا از اونها نیروهای دیگه به ب... شکل منفی استفاده میکنه مثلا گروه های توریستی قاچاق براز یا به مواد مخدر آغشته میشن اینو مثلا خود اینمی عوامل باعث ازی میشه که جوانان همان قدری که در رفاه و سعادت و پیشرفت و جامعه نقش دارن در انحطاط و رکود جامعه هم نقش دارن مثلا جوانان همیال ما نیروی جنگی که دشمن است یا گروپ های تروریستی همه فعالیت های از اونها را عملیاتی شون البته جوانان تشکیل بله وضعیت فعلی افغانستان از نظر شما چگونه هست؟ تا چی اندازه بر جوانان نقش داده میشه تا اینکه که اونا وظیفه خود را انجام بدن و بالاخره هم در قسمت پیشرفت جامعه در بخش‌های مختلف سهم داشته باشد خب با این مسئولیت هر حکومت یا هر نظام و دولت است که برای جوان و خود زمینه رشد و پیشرفت فراهم بسازه تا بتونه از داشته ها و اندیشه ها و بالاخره از انرژی و نیروی از استفاده کنه اما در افغانستان متاسفانه که بر جوانان هیچ نوع نقش داده نمیشه اگر چند جوان هم در حکومت یا در بخش های نظام کار میکنن و به شکل نمایشی است و اونا مثلا خود از اینا باور از ندارن که جوان سالاری را انجام بتن و بتونن جوانان را بالاخره به ترقی و پیشرفتشان شون و جوانان از این وضعیت به وضعیت خوبتر و بسیار خب تشکر و حالا میخوایم سر کوتا پیام شما را داشته باشم بر جوانان عزیز کشور تشکر پیام ما به جوانانی است که ما هر سطح صدی که پیشروی ما بیه او را باید بشکنیم و هر نوع محدودیتی هم که از ما باید از او گذار داشته باشیم و بتانیم یعنی هر نوع اگر ما در سختی و رنج مشقتی بود دیره بپذیریم و بتانیم از این وضعیت کشور و مردم خود به سوی رفاه و ترقی پیشرفت سوق بتیم و ما باید فعالیت کنیم از هیچ موانعی و هیچ فشاری ما باید هراس نداریم بسیار تشکر از حضورتان سلامت باشین وقت خوب خوش بختان بخیر تشکر از شما وقت شما خوش. زنده باشین